صحنه هایی که این روزها زیاد شاهدان هستیم. صدها پناهجو و مهاجر غیرقانونی سوار بر قایق های غیر ایمن در دریاها. هدفشان رسیدن به ساحل امن اروپا. در دو هفته گذشته هزاران نفر از آنها توسط پلیس دریایی ایتالیا نجات پیدا کردند. بسیاری اما هنوز در آبها سرگردانند. بحث این مهاجران و چگونگی برخورد با آنها در بین سیاستمداران اروپایی داغ است. امروز اتحادیه اروپا برنامه تازه برای رسیدگی به وضعیت این پناهجویان اعلام کرد. 60 میلیون یورو بودجه اضطراری برای کمک به کشورهایی که بیشترین بار این پناهجویان را تحمل می‌کنند در نظر گرفته ایم. در این طرح اضطراری فشار را از روی این کشورها برمی‌داریم و پناهجویان را به مکان سومی در اتحادیه اروپا منتقل می‌کنیم. بخش دیگری از برنامه اضطراری ما قبول 20 هزار پناهجو و مهاجر از راه‌های قانونی با کمک کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل و تقسیم آن بین کشورهای اتحادیه اروپا است و برای این کار 50 میلیون یورو بودجه در نظر گرفته ایم. کشورهایی که بیشتر پناهجویان را در سال گذشته میلادی پذیرفتند اینها هستند. آلمان با بیش از 47 هزار پناهجو در صدر قرار دارد. سوئد و فرانسه هم هر کدام بیشتر از 30 و 20 هزار پناهجو را در خود جا دادند. بریتانیا هم با پذیرفتن بیش از 14 هزار پناهجو از کشورهایی است که تعداد زیادی پناهجو پذیرفته. ترکیب پناهجویان در بریتانیا هم به این صورت بوده. بیش از 2000 نفر از اریتره، بیش از 1600 پناهجو از ایران و حدود 1400 نفر از سوریه و بقیه هم از کشورهای دیگر. تریزا می، وزیر کشور بریتانیا حالا میگوید دادن اجازه ورود به این مهاجران غیرقانونی و پناهجویان قایق سوار به اروپا باعث قدرت گرفتن قاچاقچیان انسان و تبهکارانی میشود که هر روز جان صدها نفر را به خطر میاندازند. اگه ما بخوایم با این قاچاق غیر انسانی انسانها مبارزه کنیم، باید این پیام رو به این تبهکاران بدیم که نمیتونن از این کار سود ببرند. آنها نباید بتوانند به این مهاجران قول بدهند که همیشه پایشان به اروپا میرسد. البته ما همیشه میزبان پناهجویان واقعی هستیم، ولی برای مبارزه با این تبهکاران باید بعضی از این مهاجران غیرقانونی به آفریقا برگردانده شوند. جنگ و ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی هزاران نفر را از خانه و کاشانه خود رانده و به دست این آب‌های خشن سپرده. رو برگرداندن از این پناهجویان به معنی مرگ بسیاری از آنها در این آب هاست. کمک به آنها هم مشوقی برای قاچاقچیان انسان در این تجارت بی‌رحمانه. فرانک عمیدی، بی بی سی.